Bismillahirrahmanirrahim. Ba durud o salam khidmat hamay binindagan muhtaram, hamkaran girami, hamiyan khub va abadgar Wadi Nur. Wadi Nur dostay aziz agar chi binindagan kam dara wali bawar kin ki karaha va barnamaye ki az tariq surat migran, alhamdulillah az har organ davlatik da shoyad ziyodtar bashan. ما قدردان و سپاسگزار عزیزانی هستی که کم یا زیاد در برنامه های ساخت و ساز و برنامه های عمرانی منطقه سهیم شده از ملیت های مختلف از اقوام شریف افغانستان. امروز هم طبق معمول هر هفته روزای پنجشنبه دوستان ما میان از کار بند دیدن میکنه، میبینه کمکاستی های در کار نباشه و با همدیگر روی بعضی موضوعات صحبت میکنه و اما قسمی به احترام کمک های دوستای خوب ما عزیزا یک مقدار زیادتر جمع میشن. این کار هر روزه دوستای ما نیستن، بلکه وقتی که میشنه و دوستای ما کمک کرده بر خود لازم میبینه که تا برن اونجا سپاسگزاری داشته باشن. جناب آقای نظری صاحب، جناب آقای علیزاده مسئول پروژه، تیم خوب کاری بند رسول الله، ما امروز بسیار به خود میبالم، افتخار میکنم که کمک‌های بسیار خوب را از طرف خیرین، از طرف هموطنان گرامی ما، با افتخار تمام خدمت شما تسلیم میکنم. دوستای گرامی، کمک را که یک نماینده خوب ما و شما همکاری کردن، آجی صاحب متین نیازی را شاید نام شنیده باشین. آجی صاحب متین نیازی از پروان هستن، فعلا مقیم انگلیس هستن. ایشان پیام داده بود و خواستار از ایش بود و علاقمند از ای بود که در برنامه از ما سهم بگرن. ایشان در دور اول کمک های خوب 5000 برای سرگ پاتو لاسنگ ماشه کمک کرد، 5000 برای بند دهقان، 5000 برای بند رسول الله و ایشان لطف کرده بود 3000 روپی برای و برای تیل موتور از ما هم کمک کرده بود و 3000 برای آقای حسینی مسئول بند دهقان کمک کرده بود. این بار خدا آجی صاحب را موفق کرده و توفیق داده که ایشان به مبلغ 1,36,960 افغانی را برای پروژه های ما و شما کمک کرده. البته یک مقدار از این کمک را برای پول تعلیم دیروز رسنده و یک مقدار از این مربوط میشه به یکی از استادای بسیار عزیز از ما، 91,960 افغانیش مربوط بند رسول الله میشه. چون دوستای ما میگنه که ما در این اواخر استادا را یک مقدار کمک مونیم، ما سپاسگزاریم که انجینیر صاحب زیرک 3100 دلار آمریکایی روان کرده بود برای نیازمندا و برای استادا که 38 استاد را در زیرک ما همکاری کردیم، 5000 افغانی و محترم حمید از آمریکا لیسه شیرینوی داوود را کمک کرده بود برای 20 استاد اونجی کمک کرده، محترم علی 61 استاد را در 5 مکتب در 6 مکتب پاتو کمک کرده بود، حامیان محترم صندوق حمایت از اطفال 5 مکتب بابر کمک کردن و محترم اشرف خان زاهدی استاد گرامی ما مکاتب مربوط صوبه و غربره و تبخوس اینا را کمک کرده بود. خلاصه دوستا زیاد کمک کردن. از طرف حاجی صاحب متین و همکارایش ما 5000 افغانی را برای استاد نظری در نظر میگیره، استاد یعنی شمور غافلگیر کنم همینجی، اینمی 5000 به خاطر که بخیر هزینه اینترنت منترنت که بسیار یک گزارش خوب دیده بودید امی آخیرا، 40000 برای پول تعلیم تسلیم شده، منده 91960 افغانی. آقای نظری صاحب مسئولین مالی اندک نمده. دوستای محترم، اولین عزیزی که در بند ما شما کمک کرده محترم ایاز شا مومند از پکتیا هستند.
ایشان 150 پوند کمک کرده. محترم حاجی صاحب اسد سعیدی از قندهار 150 پوند کمک کرده. محترم حاجی اسد نیازی از پروان زیبا ایشان هم لطف کرده 150 پوند کمک کرده. حاجی اکرم نیازی باز هم از پروان لطف کرده 50 پوند کمک کرده. یک خواهر گرامی ما خواهر نیازی هم از پروان کمک کرده برای ما و شما. خواهر نیازی هم 100 پوند کمک کرده و ای اولین خواهر ما هستند که از پروان کمکش برای ما میرسه. و خواهر گرامی ما خواهر نیازی هم گفتن که خواهران جاغوری تنها نمانه، هوا بیگم و لیلا خلیلی و صالح خلیلی اینا که کمک کرده در بند باش که خواهر پروانی ما هم کمک بکنه. و بعد از او دوستای محترم رضا اکبری هستن از سرخ پارسا. رضا اکبری از سرخ پارسا که دوستا شایکن اولین کمکایی که شما از سرخ پارسا دریافت میکنین. و یک انسان خیر او هستن قاری رحیم از پروان. قاری عزیز حافظ کل قرآن هستن، استاد قرآن هستن. قاری صاحب رحیم یک از قاریان ممتاز خوب مردم ما 70 پوند. و یک دوست عزیز ما سایوان هستن، سایوان از کردستان کمک کرده. ما میگیم تشکر سایوان عزیز، یک دنیا سپاس. شما اولین برادر کردی ما هستین که از کردستان زیبا. درود بر سایوان و درود بر کردستان عزیز. سایوان عزیز هم 50 پوند کمک کرده. و محترم اشرف از مزار شریف لطف کرده 40 پوند کمک کرده. دیگه عموتو که خواهر پروانی ما کمک کردن، یک خواهر ننگرهاری همینجی کمک کرده. خواهر عزیزمو از ننگرهار 40 پوند کمک کرده. و محترم حشمت از پغمان هم سهم گرفتن 20 پوند کمک کرده. و نماینده محبوب و دلسوز خیر ما حاجی صاحب متین نیازی لطف کرده، ایشان هم 150 پوند کمک کرده. دوستای محترم در مجموع کمکای خیرین 1070 پوند شده. 1070 پوند شده. به اتفاق نظر ما و جناب آقای حاجی صاحب متین 690 پوندش را مربوط بند رسول الله ساخته، 380 پوندش مربوط میشه به پول تیلوم. باز نظر حاجی صاحب میشده که 40,000ش برای پول تیلوم باشه، 5,000ش از استاد باشه و 91,000 خورده ای که داشتن اویش از بند رسول الله باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود، عرض ارادت خدمت تمام شنوندگان محترم، بینندگان عزیزی که ما را در گوشه کناری دنیا و جهان خاکی می‌گیرند. اول اجازه بدین نوای اخلاصی صاحب که بنده از تمام عزیزانی که دست ما را در این کار خیر می‌گیرند و بزرگان وطن ما، عزیزان ما، برادران ما، جناب ایاز مؤمن، اسد سعیدی، اسد نیازی، اکرم نیازی، خواهر گرامی ما خانم نیازی، رضا اکبری سرخ پارسا، قاری صاحب رحیم پروان، سیوان عزیز از کردستان شریف، اشرف بزرگوار از مزار شریف، خواهر بزرگوار ما از ننگهار حاجی صاحب متین و از تمام عزیزانی که قبل ازی همراه ما کمک کرده است اظهار سپاس، قدردانی و شکرگزاری کنم. به حکم وجدان و به حکم عقل کسی که از همکاری و همدردی و غمشریکی انسان که شکرگزار نباشد حتما شکرگزار خالقشان هم نخواهد بود.
و نیز از عزیزان ما انجینیر صاحب زیرک، جناب آقای معلم صاحب اشرف زایدی، جناب آقای حمید، علی و دوستانی که دست معلمین بگرفتن سپاسگزار باشم و امیدوارم که خداوند به همه اینان اجر و مال و عمر بیشتر عنایت کنه. و باز اجازه دهید که یک تشکری خاص و ویژه را به خاطر از اینکه کمک همراه خودم شخصی داشتن حاجی صاحب متین سپاسگزاری و قدرداری کنم، عمرشان دراز. اما یاد میان که ما در اونجا فقط گفتیم که افغانستان خانه مشترک همه ماست و ما مردمی هستیم که هر جای از افغانستان اگر آباد شوند، پروان، کنر، ننگهار، بدخشان، اروزگان، هر جای از این منطقه وقتی آباد می شود گل می رویند، در واقع دل ما در اینجا شکوفا می شود. این حرفی بود که ما در اونجا گفتیم، ولی چیزی را که ما یال می گوییم، چرا خوشحال میشم ما از اینکه اروزگان آباد شوند، چرا ما خوشحال میشم از اینکه ننگهار آباد شوند، چرا خوشحال میشم که بدخشان ما آباد باشند، به خاطر چیز؟ خیلی به خاطر اینکه ما در افغانستان سه وجه مشترک با یک دیگه اختیاریم که این سه وجه مشترک سبب می شود که ما دیگه از شادی یک دیگه خوشحال و از غم یک دیگه غمگین باشیم. اون سه وجه مشترکی که در میان اقوام دیگر ممکنه وجود نداشته باشند. اول، ما همه افغانیم، تمام کسانی که در این سرزمین، در این محدوده جغرافیایی به نام افغانستان زندگی میکنن، افغانستانی و افغانی هن. این وجه مشترکی هن که همه ما را از تمام اقوام با هر مذهب و دین و آیینی که هستند، با هر زبانی که صحبت میکنن، یک وجه مشترک برای ما ایجاد کنن که ما بتوانیم خود را شریک همدیگر بدانیم. یک دومی این که همه ما مسلمانیم، وجه اشتراکی بسیار قویی که در میان تمام مردم ما در این سرزمین و این محدوده جغرافیایی وجود دارن. سوم و بالاتر از همه اینه که همه ما انسانیم و انسان از درد یک دیگه خو غمگین میشن و از غم یک دیگه خو غمگین میشن و از شادی یک دیگه شاد میشن. امور رقمی که حضرت سعدی فرمود، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. ما همه یک انسانیم، آفرینیش ما و گوهر ما، سرشت انسانی ما مشترک هست. پس دلیل برای این که ما با یک دیگه خو اختلاف پیدا کنیم وجود ندارن. همه ما انسانیم، افغانیم و مسلمانیم. این سه وجه هم که مرا خوشحال می سازن اگر اروزگان آباد می شود، ما خوشحال می شوم اگر قندار آباد می شود، ما خوشحال می شوم اگر ننگهار و بدخشان و جاهای دیگری از وطن ما آباد می شود. دل ما شکوفا می شود، قلب ما روشن می شود، چشم ما روشن می شود از اینکه می شنویم در یک جای آبادی صورت گرفتن. یک نکته، من فکر نکنم یک دنگ افغان قنداری قد از ما به عنوان یک افغانی در اینجا مشکل داشته باشند، یا یک برادر ننگهاری ما قد بچه یک دنه آزره در اینجا مشکل داشته باشند، یک دنه آزره قد یک دنه افغان مشکل داشته باشند، ایگین می رقم چیزی وجود نرن. جنگ اگر هست، جنگ سیاسی، جنگ نیابتی یا مشکلات عجیب و غریبی که بین سیاستمداران وجود دارن، و امور رقمی که در طول تاریخ حکومت‌های سیاسی و نظامی که سر ما آمدن، هیچ کس در فکر آبادی افغانستان نبودن، همه در فکر جیب شخصی خود بودن. اگر حکومت دموکرات بودن یا دینی بودن، اگر غیر دینی بودن، هرچی بودن، همه در فکر آبادسازی جیب خود بودن، نه در فکر آبادسازی منطقه خود. بنابراین مردم ما همت کردن، دست به سازندگی میزنن، دست به بازسازی میزنن. امیدوارم که اینمی سازندگی و بازسازی با طرف از طرف خود مردم در تمام نقاط مطابق از قدرت و توانشان شروع شوند و در همه گوشه و کناری دنیا و ای افغانستان همی آبادسازی و سازندگی به حد توان مردم رواج شد. تا حالا کار بسیار با دقت زیاد با مو محکمی و استحکام کار مثلا در نظر داریم پیش رفته، در حدود 15 تا 16 متر مثلا ارتفاع بند شده، تو انشالله کارم ادامه داره و از همه عزیزانی که مثلا کمک کرده باز جهان سپاس و تشکری رو داریم که واقعا اونا حسی مسلمانی، حسی بشردوستی، حسی انسانیت در وجود همه
برادرای ما هستن که زمانی که یک جای را میبینن مثلا که واقعا مردم دچار مشکل است، اونا دست ما رو میگیره، دست از مردم میگیره که تا همکاری کنه، کمک کنه، کمی پروژه های عام المنفعه مثلا کارهای جریان پیدا کنه و کارها به تعطیلات کشنده نشنه پیش بره. از حاجی صاحب نیازی و همکارانش هم جهان سپاس و تشکری داریم که ما در جریان کمک های حاجی صاحب نیازی هستیم که در همه پروژه و پروژه عام المنفعه این به طور گسترده دست ما رو گرفته. امروز اگر 91,000 مثلا چند صد افغانی اینجا فرستاده، ما فکر مونیم که دوستا 91 لگ افغانی اینجا فرستاده دیگه، یک قدر برای ما ارزشمند است که از امی کوک دور بر میبینی از این ارزشمند، مثلا ارزش سنگینیش بالاتره. خیلی جالبه، خصوصا اون برادری که از کردستان بوده یک ذهنیت خیلی پاک داره که هیچ و گفته آقای نظری که نه منظورش منطقه بوده و نه قوم و نه مملکت، همهش برای ما ارزش داره. خصوصا اون برادری که از کردستان کمک کرده خیلی زیر تاثیر ما قرار داده، واقعا خیلی ارزش داره بلدیز با. یک دنیا ارزش داره. بخاطر از اینکه هیچ منطقه را شاید افغانستان را نام شنیده باشد. و از همه خیرین متشکرینی. اکثریت کمک‌کننده ها امروز عزیزان پشتون بود. بله بله. و این بخششون خیلی خبر بود. واقعا از این جنگ و جدال کردم سهل نه، ما خودم خیلی ناامید میشیم. بازم این برادرها که همکاری نه، باز خیلی آدم امیدوار میشه با این ده. واقعا خیلی امیدوار میشه. تشکر. و از همه برادرایی که از دور و نزدیک و از خارج و داخل همراه ما همکاری جهان سپاس می‌کنم. تشکر.